گوشی‌های تاشو از همون اول یه حال دیگه داشتن. ما راه درازی رو اومدیم. سلام علیکم، به این بررسی خیلی خوش اومدید. بچه‌ها می‌خوایم با هم دیگه یک کف دست گوشی رو بررسی بکنیم. سامسونگ امسال تمام تمرکزش رو گذاشته روی فیلیپ، گوشی کامپکت محبوب کاربرا. شما با این گوشی یه گوشی بزرگ ندارین که بخواد با باز شدنش بشه تبلت. در عوض یه گوشی معمولی دارید با یه نمایشگر نسبتاً بزرگ که با بستنش گوشیتون میشه اندازه یه کف دست. سامسونگ اومده برای کاربردی تر کردن نمایشگر بیرونی ابعادش از 1.9 اینچ کرده 3.4 اینچ، که یعنی فضای بیشتر برای کارهای جدی. پس بررسی رو به نظرم از همین صفحه نمایش بیرونی شروع کنیم. ظاهر پنلش خیلی شبیه فولدره، همون فولدری که توی ویندوز میبینیم. این گوشه که نمایشگر یه فرورفتگی داره، دوتا دوربین هست، حالا دقیقا مثل نسل قبل، حالا جلوتر میریم سراغش. کار کرده اصلی صفحه بیرونی اونقدر متفاوت نیست و میدونید هنوزم بر پایه ویجته. گفتم به تو نگاه اولیه که همون حسال ساعت‌های سامسونگ رو داره. در کل باید بگم که کاربردیه و کارهای بیشتری رو میتونیم باهاش انجام بدیم، اما برای کارهای جدی‌تر لازمه که گوشی رو باز بکنید. با این بیرون بیشتر میتونید تقویم و ساعت چک بکنید، ناتیفا رو ببینید، عکس بگیرید و از این جور کارا میتونید انجام بدید. از قسمت لبز هم میتونید کلی قابلیت بیشتر براش فعال بکنید، مثل پیام دادن یا مسیریابی با گوگل مپ. این هم خیلی جالبه که اگه برنامه مسیج رو فعال بکنید، یه کیبورد کاملا براتون نمایش داده میشه تا باهاش بتونید تایپ بکنید. به نظرم که خیلی باحال و خفنه. یه پله بالاتر هم میتونیم بریم با برنامه گودلاک و افزونه مولتی استار. میتونید کل برنامه هاتون رو توی صفحه بیرونی اجرا بکنید که این قطعا خفن‌ترش میکنه. این حسال داینامیک آیلندش هم که بهتون گفتم، مثلا اگه کرونومتر فعال داشته باشین یا اینکه حالا یه موزیکی در حال پخش باشه، این پایین قسمت فولدر ماننده بهتون یه جور واهل نشونش میده، با یه انیمیشن جذابی نشون داده میشه. مشخصا سامسونگ اومده توی انیمیشن های این بخش وقت گذاشته و تفاوتش با رابط اصلی وان یو آی واقعا حس میشه. سامسونگ یه کار باحال دیگه هم برای شخصی سازی بیشتر ظاهر فیلیپ کرده، اینطوری که میتونین با چندین و چند ابزاری که برای ساخت صفحه قفل در اختیارتون گذاشته، یه طرح کاملا یونیک و منحصر به فرد درست بکنین و همچنین حالش رو ببرید. واقعا دستون خیلی بازه اینجا. اما از گل و بلبلاش گفتیم دیگه، بسته به نظرم همچین بی ایراد هم نیست. آقا این پنل بیرونی بچه‌ها 60 هرتز و اختلافش با 120 هرتز نمایشگر داخلی واقعیت کم اذیت کننده است. اینکه هر بار گوشیتون رو باز می‌کنین یه صفحه سریع‌تر داشته باشین، ولی وقتی اینجوری می‌بندینش به دوران میشه گفت پارین سنگی پرتاب بشین، واقعا جالب نیست. از این صحبت کردیم که نمایشگر بیرون کارآمدتر شده و احتمالاً وقت بیشتری رو باش بگذرونید، اما چون صفحه LTPO نیست، روی 60 هرتز قفله ها و مثلا نمیاد روی 1 هرتز تا مصرف باتری کمتر بشه. خب دیگه بس، بریم سراغ دومین تغییر بزرگش، یعنی این لولای پیشرفته تر. سامسونگ هر سال داره توی این لولا یه تغییری میده، اما امسال لولای ساده تر اما در این حال پیشرفته تری داریم که اون گپ وسط گوشی رو کاملا از بین میبره. ولی خب با این حال بازم خبری از مقاومت در برابر گرد و خاک نیست و همون گواهی IPX8 رو داره، هرچند که وقتی وسطش بسته میشه حداقل میشه گفت لای صفحه گرد و خاک کمتری میره، از هیچی بهتر. واقعا حذف شکاف بین دو قسمت صفحه توی حالت تا شده خیلی گوشی رو جذاب تر کرده، یه جورایی انگار طراحی فلت فریم رو تکمیل کرده. اینجوری بگم گوشی واقعا خواستنی و جذابه، ولی لولای جدید یکم لغ میزنه. یعنی توی نسل قبل لولا خیلی یک پارچه تر بود و انگاری که مثلا مقاومتش بیشتر بود، اما میگم الان یکم لغ میزنه. من گفتم شاید گوشی که حالا دست ماست یه مشکلی داره، ولی توی یوتیوب هم چند تا فیلم دیدیم و افراد مختلفی بهش اشاره کردن، اما خب اونقدر کمه که اگه بهتون نمیگفتم مثلا شاید واقعا متوجهش نمیشدید. با این تفاصیل ولی نباید بابت دوامش نگرانی داشته باشید، چون از وقتی که زد فیلیپ اومده دست کاربرها، چند نفر توی یوتیوب لایو گذاشتن و دارن هی گوشی رو باز و بسته میکنن. توی تستا زد فیلیپ 5 بیشتر از تا علامتش میشه گفت 400 هزار بار باز و بسته شده و همچنان لولاش سالمه. لولای جدید با اینکه تونسته شکاف صفحه توی حالت بسته رو از بین ببره، یا حداقل کاری بکنه که ما نبینیمش، اما فرورفته یه صفحه رو کم نکرده. حتی من حس میکنم یکم از نسل قبل بیشترم شده.
موقع وبگردی واقعا اذیتتون میکنه و انگاری انگشتتون رفته توی یه چاله. واسه همین اگه فیلیپ 5 خریدین، موقع اسکرول نیمه پایینی رو لمس بکنید، اینجوری بهتره. در ضمن اون ویژگی فلکس مود هنوز به قوت خودش باقیه و شما میتونید از گوشی توی پوزیشن‌های مختلفی استفاده بکنید. حالا مثلا نمیدونم توی حالت مثلا خیمه میتونید عکاسی بکنید، یا اینکه گوشی رو 90 درجه بذارید و تا با اضافه شدن ترک پد به نیمه پایینی یه تجربه مشابه یه لپتاپ مینیاتوری داشته باشین. آها راستی اگه بررسی زیر فلیپ 4 رو خونده باشین، ما اشاره کردیم که این ترک پد واقعا کوچیکه، اما الان چی؟ سامسونگ بزرگترش کرده و خیلی کاربردی تر شده. دکمه اسکرین شات و فراخوانی کویک اکسس رو هم داریم. کلا این حالتش خیلی به درد بخورتر شده به نظرم. حالا با وجود همه این امکاناتی که گفتم، امکانات زیادی که توی حالت فلکس مود داره، نبوده دکس واقعا من اذیت میکنه. فیلیپ 5 از همون تراشه استفاده میکنه که توی سری گلکسی S23 بود، پس از نظر سخت افزاری هیچ کم و کسری نداره دیگه. نمیدونم چرا سامسونگ یه ویژگی به این مهمی که میتونه کارایی گوشی رو فرسنگ ها جا به جا بکنه رو نذاشته رو این گوشی، واقعا من نمیدونم. حالا که صحبت از سخت افزار شد، بهتر ببینیم که عملکرد دستگاه توی استفاده روزمره و حرفه‌ای چطوریه. ببینید، به شخص توی این چند روزه که از گوشی استفاده کردم هیچ مشکلی ندیدم. جابجایی بین برنامه‌ها سریع انجام میشه. با وجود رم 8 گیگابایتی که داره توی چند وظیفگی هم واقعا عالی کار میکنه. حتی همونطور که گفتیم انیمیشن‌های وان یو آی 511 توی صفحه خارجی خیلی روان‌تره و حس می‌کنم که سامسونگ باید این انیمیشن‌ها رو توی وان یو آی 6 برای همه گوشی ها منتشر بکنه. اگه بخوام از نظر قدرت سخت افزاری هم بگم، زد فلیپ 5 از اسنپدراگون 8 نسل 2 استفاده میکنه که تهش یه پسوند 4 گلکسی داره. این یعنی چی؟ یعنی که فرکانس سی پی یو و همینطور فرکانس جی پی یو یه کوچولو در حد 5% اینا اوورکلاک شده. نتیجه این اوورکلاک شدن چیه؟ میشه حدود 2% فریم بیشتر. اما بدنه کوچکتر فیلی بچه‌ها باعث شده تا سیستم خنک کنندش به بزرگی گلکسی S23 اولترا نباشه. واسه همین توی استفاده سنگین، استفاده طولانی مدت، مثلا یه ربع تا نیم ساعت، علاوه بر اینکه بدنه گوشی داغ میکنه، افت عمل کردم داریم. چیزی در حدود 60% افت عمل کرد. هرچند که حتی بعد از افت عمل کرد هم بازم از زد فلیپ 4 حدود 10% قوی تره. نمیتونم بگم که این عادیه، ولی خب عجیبم نیست. یعنی توی این ابعاد انتظار میره که عمل کرد افت بکنه، بالاخره قدرت زیادیه. اما از طرف انتظار داشتیم که سامسونگ بیاد یه فکری با این مشکل بکنه که مثل اینکه این کارو نکرده. از طرفی هم من خودم اسم میکنم باتری خوبی که داره میتونه این ضعف سخت افزاری رو جبران بکنه. زد فلیپ 5 توی تست ویدیوی ما حدود 22 ساعت دووم آورد و توی تست استفاده روزمره هم تونست زمان 10 ساعت و نیم رو ثبت بکنه. جالب بدونید که توی هر دوتا تست عملکرد بهتری نسبت به فلیپ 4 داشته، در حالی که باتری همون 3700 میلی آمپر ساعته و اتفاق خاصی هم نیفتاده. این چی نشون میده؟ نشون میده که بهینه شدن یه تراشه چقدر میتونه روی باتری تاثیر مثبت داشته باشه. دیگه اسم میکنم بعد بریم سراغ دوربینا. بچه ها توی فرو رفتگی نمایشگر ما دوتا دوربین 12 مگاپیکسلی داریم که سخت افزارشون یعنی سنسور و لنز و این صحبت ها نسبت به نسل قبل فرقی نکرده، فقط پوشش لنز ها آنتی فلیر داره. دوربین اصلی همون دوربینیه که توی گلکسی S20 استفاده شده. دوربین اولترا واید هم میتونه عکسای با زاویه دید 123 درجه بیاد ثبت بکنه. دوربین سلفی هم همون اسکر 10 مگاپیکسلیه که توی سری S20 داشتیم. اول اینو بگم، با اینکه توی زد فلیپ 4 هم میشد با صفحه بیرونی عکس سلفی گرفت، اما واقعا این کجا و آن کجا. یعنی اونقدر اوضاع بهتر شده که احتمالاً از دوربین سلفی داخلی کلا برای مثلا سلفی استفاده نکنید و فقط برای تماس تصویری برید سراغش. چرا؟ چون دوربینای اصلی اونقدر برای سلفی خوبن که بچا حد نداره. مثلا شما این دوتا سلفی که هادی و رضا گرفتن رو یه نگاه بندازید، توی عکسی که با دوربین پشتی گرفتیم هم نویز کمتره هم جزئیات بیشتره. از نظر رنگم رنگای دوربین داخلی یکم میوت شده است و دوربین بیرونی کلاً عکسای شاداب تری میگیره، اینجوری میتونم بگم. اگه به دو تا عکس قبلی دقت کرده باشین متوجه میشین که عکسی که با نمایشگر بیرونی گرفتیم مربعیه، به صورت پیش فرض اینطوری عکس میگیره، ولی امکان تغییرش هم هست. برای مقایسه عکس‌ها متاسفانه بچه‌ها ما زد فلیپ 4 رو خب اینجا نداشتیم، برای همین گذاشتیمش کنار S22 اولترا تا ببینیم که چقدر با پرچم داره نسل قبل سامسونگ تفاوت داره.
توی روز تقریبا میشه گفت که عملکرد یکسانی دارن. نویز توی عکس هر دو تا گوشی دیده میشه، اما برای فیلیپ یه خورده بیشتره. اسپیسودو اولترا رنگا رو غلیظ‌تر و زنده‌تر و در واقع روشن‌تر ثبت کرده، اما اون سمت زد فیلیپه که کنتراست بهتری داره، برای همین یکم انگاری جزئیاتش بیشتره. با تغییر دوربین به اولترا واید ورق بچه‌ها برمیگرده و پرچم‌دار 2022 سامسونگ بهتر از تاشوی جمع و جورش ظاهر میشه. البته انتظارم میرفت چون گفتیم که از اسکر S20 داره استفاده میکنه. اون قضیه نویز و اینا که گفتیم توی محیط داخلی یکم بیشتر خودشو نشون میده و همونطور که میبینین زد فلیپ 5 عکس نویزدارتری گرفته. دوربین سلفی توی شرایط نوری چالش برانگیز توی کنترل نور عملکرد بهتری نسبت به S22 اولترا داره، اما سطح جزئیاتش و دقت رنگیش به اون نمیرسه. حالا اگه بذاریمش کنار سلفی با دوربین پشتی، حس میکنم توی دقت رنگ برنده این زد فلیپ ماست، ولی از نظر جزئیات در کمال تعجب همچنان توی رده پایینتری قرار میگیره. خیلی خب، این بود از گلکسی زد فلیپ 5، یکی از دوتا گوشی آینده داره سامسونگ که امسال واقعا توجه بیشتری بهش شده. نبود دکس شاید واسه بعضی اذیت کننده باشه، شاید هم نه، ولی حالا اگه اینو بذاریم کنار، بزرگ شدن صفحه بیرونی و حذف فاصله بین نمایشگر خودش میتونه دوتا دلیل بزرگ برای خریدش باشه. اما اگه قصد آپگرید داشته باشین چطور؟ اگه دنبال قدرت بیشتر و نمایشگر بیرونی بزرگتر هستین، خب قطعا بهتون پیشنهاد میکنیم. اما جز این دوتا مورد به نظرم اتفاق بزرگی دیگه‌ای رو ما نداشتیم و دلیل دیگه‌ای برای آپگریدش نیست. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. من واقعا یه جوری احتیاط پیدا کردم به باز و بسته کردن درش و فکر کنم احتمالاً به زودی دست من خراب میشه، ولی گفتم مقاومت بالاست، 400 هزار بار جواب میده، چیزیش نمیشه، پس فاصله داریم تا 400 هزار بار. آقا خیلی من حرف زدم، مراقب خودتون باشید. اگر سوالی دارید داخل کامنت ها بنویسید، فکر میکنید موردی مونده ما بهش اشاره نکردیم، جاش تو کامنت هاست. همین، مراقب خودتون باشید، دفعه دیگه نمیمونه و خیلی مخلصیم.